ابو بكر الصديق رضي الله إذا عنه بحثت عن اگر خليفة در صديق جستجوی بهترین وأكرم دوست رفيق با اکرام فلن ترین تجد رفیق مثل باشی أبي و بكر مثل ابو الصديق بكر رضي الصديق رضي الله الله عنه پیدا کرده نمی توانی. عنه اون شخص وهو عبدالله عبد الله ابن ابو ابن أبي قحافه قحافة ابن عثمان عثمان ابن ابن عامر عمرو ابن بن عمرو عمرو الراشد قریشی التیمی تیمی می كان باشند. تاجرا اون شخص مفتحا از تاجران وكان من نجاد اعلم یافته الناس بودند و بانساب العرب داناترین انسان محقق در في دانستن قومه نسب عرب ها بودند. مردم اون شخص را دوست می داشتند، خلق يتحلون نیک و بالحسن زندگی والعشرة خوب داشتند. طيبة. عایشه قالت رضی الله عائشة عنها رضی گفت الله ابو عنها بكر الصديق در زمان جاهلیت حرم نوشیدن على عرق را برایش حرام گردانیده بود. او از اولین شخصی بود که اسلام آورد، پس از بهترین دعوتگران به سوی اسلام گردید و با دعوت او جمعی از کبار صحابگان اسلام آوردند. از جمله آنها عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، سعد ابن ابی وقاص، طلحه ابن عبید الله، ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنهم اجمعین. بعضی مشرکان مکه به پیامبری رسول الله صلی الله علیه و سلم شک کردند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها از حادثه شب اسراء خبر دادند، پس ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتند: هر آینه من آنگونه رسول الله صلی الله علیه و سلم را تصدیق میکنم، اگر چنده از آن سخن هم دیده دورتر باشد، همه خبری آسمانی را در شب باشد و یا روز آن را تصدیق میکنم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه از بهترین صحابگان بودند. ابن عمر رضی الله عنهما گفت: ما ابو بکر صدیق رضی الله عنه را در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم از بهترین ها میدونستیم. اختیار ما اول ابو بکر صدیق رضی الله عنه، پس عمر ابن خطاب رضی الله عنه، پس عثمان ابن عفان رضی الله عنه. و نیز در روایت دیگر از ابن عمر رضی الله عنه ما روایت است که فرمود: ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم از ابوبکر صدیق رضی الله عنه دیده کسی را عادلتر نمی دانستیم. پس عمر، پس عثمان. ابوبکر صدیق رضی الله عنه صاحب پیامبر صلی الله علیه و سلم در راه هجرت بودند و پیامبر صلی الله علیه و سلم را با نفس و مالشان یاری دادند و ابوبکر صدیق رضی الله عنه را الله سبحانه و تعالی مدح و ستایش کرده در قرآن چنین فرمود: اگر پیامبر را نصرت ندهید، چی باک به درستی که الله سبحانه و تعالی او را نصرت داده است. آنگاه که کافران او را در حال دویمی دو کس بودند بیرون کردند. این دو کس در غار بودند. آنگاه که دوستش می گفت: غم و اندوه مخور، به درستی که الله با ماست. سوره توبه آیه 40. ابوبکر صدیق رضی الله عنه تمام مال خود را در راه الله صرف کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفتند: ای ابوبکر، به اهل خود چی باقی ماندی؟ گفت: به آنها الله و رسول او را باقی ماندم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم خلیفه مسلمانان گشتند. وقتی که خلیفه بودند، به آنهایی که از زکات دادن رو گرداندند چنین گفتند: قسم به الله که آنهایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات مال می دادند و امروز از آن رو گرداندند، من به آنها جنگ اعلان میکنم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه در شب سه‌شنبه ماه جماد الثانی در سال 13 هجری وفات کردند و 63 سال عمر داشتند. ابوبکر صدیق رضی الله عنه را در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم به حجره عایشه رضی الله عنها دفن کردند. الله سبحانه و تعالی از آن کس راضی باشد.